بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت یکی از خصوصیات یا فیچر پاورپوینت استفاده از پرزنتر ویو است و میخواهم در این ویدیو برات یاد بدم بطن پرزنتر ویو چی را میگه و چی به درد بخوره ما خواهد بود. این آپشن در بخش Slash شو و در بخش مانیتور هست و میتونیم فال غیر فعال کنیم اول بخاطر اینکه فعال بکنیم باید دو مانیتور داشته باشیم اگر شما یک لپتاپ دارین و وصلش کردیم به یک مانیتور دیگه پس اتومات فالش کنین و F5 فشار بدین متوجه میشین که شما در پرزنتر ویو داخل شدین ماسک ما که فشار بفرین غیر فال کرده و F5 فشار میتن ببینین که هیچ تغییرات نامه چون ما در حالت هستیم که دو مانیتور هست و مانیتور دو ما صفحه سلایشو بخواد داره ماسک که به فشار و پس میم ده اگزیت خب اینی که ما فال میزنم و F5 ما فشار میتن و حال ما شما در پرزنتر ویو هستیم چی کار دی کردم میتر اول شورت تاسک بار فلان میکنیم که زمان خود ببینم چه زمان دارم چه زمان مانده و ایره تبلیغ کردم میترم کسی با هم که دمی صفحه باید شما سلاشو را می پس در دسپلی سیتنگز داخل می و سواپ است فلان میکنم. و اینجاست که ما سلاشو خود ایران هم می ما یا پرزنتر ویو ما دیگه بود و ما دوباره میرم در صفحه دوم خود و دو دوباره, دوباره سواپ استفاده میکنم و اگر در هر دوش میخوام یک چیز باشه پس دوبلیکی سلش رو استفاده میکنم پس در هر دوش یک مایتر است و یک مورد هست با فیل اسکیپ رو مفشاها میتم و دوباره مف میتونم فالغه فارش کنم و اف پنجه مفشاها بتم که دوباره در این صفحه برسم همیشه بخاطر این سلش رو اسکیپ دادیم اما گزینه مستقل هم دیگه دارم و همیشه در اینجا با زمان بندی هم زمان هم دیگه ثبت شده میرم و حال من میتونم که نکست فشار شابتم سلاید بعدی خود بیرم اما جذابیت تمام دی کجا هست ما میتونم سلاید کلی خود ببینم که چند سلاید در عموم مدارم سلاید فیلم چند است بعدی با تقریب چی خواهد آمد ا کدوم دا معلومات داشته باشد اینجا هم دیدن بدارم و با کمک لیزر میتونم در این صفحه لیزر خود بیارم مثل که شما در ویدیو قبلی دیدین که چگونه تانستیم که خط رسم بکشیم و لیزر رو آپشن دیگه ما شما سی آل که همه سلایدر رو بلترتیب دیدن میتونیم این صفحه ما شما هست که ما فقط بر خود داریم مثلا شما تشریح کردین یک چیز اجرا کردین حال شاگرد تمرین داره و شما میخواین که سلایدر کل خود ببینین که بعد از چند، چندم سلاید باشون کویز یا باشون مثلا امتحانشون میه. اسکیپ آف و میم روی بخش زوم و در اینجا یک بخش خیلی خوب زومش کنم که در سلاید ابتدایی خود ما ببینیم که زوم اجرا میشه دیگه آپشن بلک یا ان بلک است که صفحه سیاه میشه مثل که از کس سوال میکنین نمیخوان که خود پروژیکتور نور سفید بندازه و حال میخوان از کس سوال کنین در روی تخت خیصان دنشه پس پرسان کرده و دوباره غیر فعال کنم صفحه پس دعوت عادی میاد آپشن مزید دمینج هست کلیک ماوس کنن لاس سلاید هست سکرین آپشن هست این شو هست که اینجا اجرا کرده میترین و نیکس سلاید دکمیش اینجا هست که نیکس تا نیکس شد. شده خب به نظر من همه گزینه های بخش پرزنتر ویو دیگه اینجا تمام شد من اند سلاش را استفاده میکنم با کسایی که یک مانیتور استفاده میکنن و میخوان یوز پرزنتر ویو رو پرکتیس کنن با شما یک تکنیک دیگه دارم و با ویندو پیر ما فشار چون از ما دبل مانیتور است دوبلیکیت سلکت میکنم یک مانیتور شود و حال بین چون آپشن فال هست و اف 5 ما میتم هیچ پرزنتر به ما پس اگر شما میخواین استفاده داشته باشین رایت ماوس کنین و در رایت کلیک ماوس شما شو پرزنتر هست یعنی شما هم در یک مانیتور رو پرکتیس کردن میترن. اما این گزینه جذابتر در وقت میشه که دبل مانیتر باشه و شما پرزنتیشن رو خودم میتین و بهترین ابزار کسای و, کسا و, و, و کسایی هست که تعلیم و معلومات به کسا میتین و سلاید رو خودم میتین به مشتور مستقل ببینن و کسی که معلم است میفهمه که یک مورد با مورد دیگه چونو ارتباط بدم و موضوعات اساسیش کدام یکی از که خلاصه دیجه نشته شده خب این بود پرزنت امیدوار هستم که این گزینه را دقیق فهمیده باشین و یک گزینه مانیتر هست که اگر شما دبل مانیتور و تریپل مانیتور دارین پس با کدام مانیتور میخواین پرزنت ریویو بتون بیا پرایمری و یا اتوماتیک اینا شما چنج کردن بتونین خب ای بود بخش از مانیتورز امیدوار هستم فهمیده باشین شاید موفق باشین